سلام به یامی گسترونومی خوش اومدید من مهیار هستم و بسیار خوشبختم که در خدمتتون هستم یکی از خوراک های مورد علاقه خود من رو میخوایم با هم درست بکنیم با استفاده از ران گوسپند اگر حد زدید که برنامه امشب ما جیگو هست حدستون درسته اون جیگوی که ما در زمان قدیم در خانواده هامون در بزم ها در مهمانی ها متداول بود که سرو میشد و بعضی از مادران ما هم این خوراک فرانسوی رو درست میکردن در واقع این توی فر توی حرارت خشک رست میشد به مدت حدود 3-4 ساعت بسته به سایزش اتفاقی که میفته اینه که بیرون سطح گوش زیبا و بریان و برشته و زیبا میشه ولی در نهایت این گوشت هنوز اونقدر نرم نیست این موقع سرو کردن نیاز به این هست که عمل کاروینگ انجام بشه یعنی این با با چاقو بریده بشه توی دیس چیده بشه و سرو بشه روشی که من تصمیم گرفتم این رو خدمتتون تقدیم بکنم یک رسپی کلاسیک بیستروی فرانسوی هست که اینو به در واقع بهش میگن که جیگو آلا کویر که این کویر یعنی قاشق این به قدری نرم میپزه که اصلا احتیاج به بریدن نیست برای سرو کردن این و اینو با قاشق میشه ازش گوشت برداشت و در وشخاب سرو کرد و من مطمئنم که از این کار بسیار لذت خواهید برد طعم فوقلاده عالی داره این گوشت جیگو در دهان بگذارید آب میشه و به لحاظ نوع پروسه پختش که حدود 7 ساعت به صورت بریزینگ پخته میشه که خیلی راحت هست یعنی 7 ساعت لازم نیست به چیزی چیز رو هم بزنید انجام این کار اصلا این خودش خودش رو میپذه تقریبا یه مقدار خیلی کمی قسمت اولش کار داره بعد کار زیادی نداره ولی این روش که با دمای آرامتر به مدت طولانیتر در حرارت مرتوب پخته میشه واقعا بی‌نظیره من بهتون تضمین میدم یک بار امتحان بکنید مشتریش میشید برای پخت این دستور ژیگو احتیاج به یک ظرفی که بتونید در فر بگذارید و در داشته باشه دارید این تابه 32 سانت که من دارم استفاده میکنم الالقاعده همه این توش جا نمیشه امکان داره که قسمت ماهیچه این رو ببرید و اونم در کنار این بگذارید ولی خود این قسمت بالای ران رو من فقط میخوام استفاده بکنم که کاملا کافی است واسه هفتش نفر افراد خوش اشتها این جیگو بهترین روش صرف کردنش طبیعتا همطوری که دوستان خوش سلیقه ما حد زدن با باقالی پلو هستش اما در بیستروهای فرانسوی اون چیزی که بیشتر به صورت سنتی و اصیل باب هست در کنار سیب زمینی گراتن و لوبیا سبز بخار شده سرو میکنن این نوع ژیگو و خوشبختانه من قبلا دستور تهیه یه سیب زمینی گراتینه بسیار عالی رو تقدیمتون کردم لینک به اون ویدیو رو در دیسکریپشن خدمتون میذارم برای اینکه دستمون بیاد اندازه نهایی بروشمون چقدر بد باشه ببینید دهنه این ظرف 32 سانت هست یعنی درب 32 سانت میگیره ولی طبیعتا کف این یه مقداری کچکتر میشه و حدود 27 سانت ماکسیموم ما باید اندازه بلندترین قسمت برش گوشتمون باشه که این اون تو خوب جا بشه جاش تنگ نباشه عزیزان خارج از کشور که این رو به عنوان leg آف لمب یعنی هول leg آف لمب بون این و درسته میتونید به راحتی تهیه بفرمایید و آماده تبخ خواهد بود یه تفاوت عمده ای در خارج از کشور بین لمب و میوتون وجود داره در واقع که موتون به گوسفندی میگن که ممکنه دو سال سه سال یا چهار سال سنش باشه چربی بدبوتر و قوی تری داره یعنی اون طعم گیمی گوسفندی خیلی بیشتری داره خیلی از دوستان که خارج از کشور از این قصابی های ترکیه ای و عرب و اینا میرن گوسفند میخرن که معلوم نیست چه وضعیتی داشته بعد میگن که این بود چقدر گوسفند های خارج بوی بد میده این تقصیر خود عزیزان هست که از جای مناسب خریداری نمیکنید برای بعد خریداری بکنید که این رانش از این مفصل لگن که بریده شده باشه به این ترتیب تریم شده باشه با شنک و اینا این دیگه بیشتر از دو نیم سه کیلو نباشه وزنش اگر که به این صورت تریم شده این چار کیلو پنج کیلو وزن داره و چربی زیادی هم بیرون و لابلاش هست اینو شما احتمال خیلی زیاد اگر خیلی گوسفند خور نیستید خوشتون نخواهد آمد در داخل ایران هم که به دنبال شیشک نر جوان باشید باز همین پارامترهای وزنی رو مد نظر داشته باشید که بهترین نتیجه رو بگیرید در ایران وقتی اینو درسته یه ران گوسفند خریداری میکنید یه تیک استخوان لگن و یک قطعه از استخوان ستون فقرات هم به این متصله اینو میتونید به قصابتون بگید که براتون جدا بکنه و این قسمت بالای ران رو به این ترتیب در بیاره که اگر اینو توی فر میخواید به چیز بکنید به اصطلاح رست بکنید در دمای خوش به اون روشی که ما نمیخوایم الان این کار رو انجام بدیم اینو یه دونه رک رستینگ سیمی روی یه دونه سینی استیل یا یه ظرف مناسب فر میگذارید اینو روی اون قرار میدید درسته میتونید این رو خدمتش برسید و البته در اون صورت من توصیه میکنم که اینو به اصطلاح بهش میگن فرنچ بریدن فرنچ کردن قسمتی از این از جایی که این تاندوم ها دیگه تموم میشن قسمتی از ماهیچه شنک رو این رو قطع بکنید تا دم استخوان استخوان رو لخت و تمیز بکنید از اون وقت یکم پایین تر این استخوان تمیز اینو با اره آهنبور ببرید اگر قصابتون بلد این کارا رو انجام بده بدید اون براتون انجام بده تو خارج از ایران که قصاب ها بگید این استخون پایین رو براتون فرنچ بکنن اینو به راحتی هر قصابی بلده و انجام میده ارو وسایلش رو هم داره یک بررسی میکنیم ببینیم که این مثلا 27 سانتمون از اونجا تا اینجا جوریست که میتونیم تقریبا اینو از مفصل ببریم ولی کار قشنگتر این خواهد بود که یه خورده بالاتر از این اینو قطع بکنیم این ماهیچه رو همطور که عرض کردم من الان استفاده نمی کنم اگه می خواستیم یه ماهیچه کامل از این ببریم اینو از بالاتر از اینجا می بریدیم این مقدار گوش میذاشتیم به این بمونه ولی از اونجایی که الان قصد این کار رو نداریم می خواهیم رستمون مرتب تر باشه به این ترتیب ما از جایی میبریم که مفصلمون رو بتونیم تمیز جدا بکنیم و این به راحتی این اتفاق میفته خیلی تمیز وقتی احساس میکنید جای مفصل کجاستی کم باش بازی میکنید بعد میتونید چاقوتون رو هدایت بکنید یه برش و تمیز مرتبی به این ترتیب داشته باشید نکته دیگر در مورد گوشت ایران اینه که اگر این گوسفند خیلی تازه بوده باشد اتفاقی که میفته اینه که ممکنه یکم سفت باشه یعنی اگر گوسفند زپ روز باشه اینو باز روی رک سیمی که هوا بخوره درسته در یخچال بگذارید 24 ساعت الی 48 ساعت و اینو هر 7 8 ساعت یه بار برگردونید که همه جاش هوا بخوره این اتفاق ربطی به ایجینگ نداره این اتفاق چیزی است که میدونید وقتی یه موجودی فوت میکنه هر موجود زندگی که فوت میکنه این اتفاق این میفته که بهش میگن ریگور مورتیس یا جمود نشی و حدود تقریبا 24 ساعت طول میکشه تا همه مراحل این به از لحاظ فیزیولوژیکال طی بشه و بهش میگن در واقع آخرین مرحله رو بهش میگن ریگور رزولوشن اون مرحله که تموم میشه دیگه اون حالت انقباز ازوله ها از بین میره و این ازوله شل میشه و اگر در اون حالت بخواید گوشت رو بپذید هر کاریش بکنید ممکنه خیلی سفت باشه نکته آخر این که این استخونا الان کله مفصل استخون به هر دوشون متصله اگر میخواید بعد از پختن اینو بدون شکافتن و جراحی بی استخونش بکنید یه تیکه از این استخونها رو بعد یکم اینجا جراحی بکنید و الان این کله مفصل رو با اره ببرید که استخوانتون یه ورش مفصل داشته باشه یه ورش صاف بریده شده باشه که این وقتی که پخت از اون طرفی که مفصل داره این رو میگیرید یکم حرکت میپیچونید و راحت اینو میتونید بکشید بیرون به طور کامل این استخون از وسط گوشت در میاد بیرون کشویی و تمیز و شما یه قطع گوشت بدون استخوان عالی دارید ولی بودن این استخوان خیلی بهتر برای پخت چون باعث بهبود طعم خوراک شما میشه به نسبت اینکه اینو بی استخوان بپزید و اگر اون کارم خواستید بکنید به راحتی با یه شکاف از پشت این یه استخوان صاف فیمور هستش خیلی راحت از این مفصل تا اون مفصل یک شکاف میدید تا استخوان دورش آزاد میکنید اینو کامل درش میارید اگر خواستید بعد میتونید اینو با نخ ببندید که از هم باز نشه ولی استخوان رو به نظر من نگه دارید پوست اضافه چیز زایاتی هر چیزی که اینجا دارید اینها رو هم در همین مرحله پاک بکنید اگر این لایه چربی یا این فت کپ خیلی زیاده ببینید اینجا تو زخیم ترین قسمتش همچین چیزی نیست 4 میلی این اگر خیلی زیاد باشه و اگر خیلی چربی خور نیستید اینو کمش بکنید یه مقدارش رو تریم بکنید اینو به زاغه خودتون میتونید دیگه هر طور که دوست دارید انجام بدید ولی کامل و کامل این بهتر بی چربی نشه مخصوصا اگر در فر میخواید اون رست بکنید حتما یه مقدار از این چربی های سطح واجبه که این رو باشه که این توی حرارت خشکفه رندر بشه و روغن این به خورد گوش بره و کمتر سطح گوش خوش بشه و خیلی زیباتر هم بریان خواهد شد و زائقه شخصی ما این هست که این رو تا حد زیادی این چربی ها رو تریم بکنیم مقدار خیلی کمیشو میذارم باقی بمونه اینا عزیزان چربی های بدی نیست و دور نیست اینا برای چرخ کردن برای کباب کوبیده میتونه استفاده بشه الان آماده است واسه مرحله بعدی یا مرحله رانینگ هویج اگر خواستید برای یک ران درسته بزرگ میتونید سه چهار عدد هویج بزرگ هم استفاده کنید و اینا رو صرفا به این ترتیب برش بدید به درازا به چهار قسمت ببرید همین احتیاج نیست اینا رو خیلی ریز ریز بکنید سه چهار عدد پیاز رو به این ترتیب از وسط نصف کنید برای این کار از هر نوع پیازی که مایل باشید میتونید استفاده بکنید پیاز بنفش یا پیاز قرمز بهتر هست یه دونه کله سیر کامل رو پوست نازکتری بیرون این رو همینجوری با دستتون بگیرید این یه خورده تر تمیزتر بشه شکل و شمایلش و کله این رو به این ترتیب یه مقدار کمی از سرش ببرید که سر همه این سیرا قطع بشه و تنها چیز دیگه که احتیاج داریم یه مقدار سبزیجات معطر هست من یه چند تا شاخه نعنای تازه از باغچه خودمون دارم استفاده میکنم در اصلی ترین حالت رسپی کلاسیک بیستروی این از تایم یا آبیشن تازه استفاده میشه که در فصل زمستان مخصوصاً پیدا کردن تازه اون در تهران تقریبا ناممکنه با احتمال داره اگر تشریف ببرید بازار تجریش اونجا بتونید پیدا بکنید و میریم پای گاز خب دوستان عزیز تابه مورد نظر که قراره توش مراحل پختمون رو انجام بدیم من سیزن کردم یعنی نچسب کردم و عزیز گرامی رو از هر سمتی که دوست داشتید داخل تابه بگذارید هر طرف این رو بعد از حدود چهار دقیقه چک کنیم به اندازه که لازم بود قهوه ای میکنیم ولی دماتون رو کنترل بکنید اول کار با تابه داغ شروع کنید بعد دما رو به مدیوم کاهش بدین و حین کار حواستون باشه که این سطح گوشت زیباتون رو نسوزونید توجه داشته باشید که این مرحله برانینگ الان اگر انجام نشه این توی روش پخت بریزینگ طولانی مدت ما در حرارت مرتوب در فر سطحش اونطوری که میخوایم قهوه و زیبا نخواهد شد پس این کار هم برای بهبود تم داره الان انجام میشه و هم برای بهبود شکل و پریزنتیشن نهایی خوراک این خوبه یه این تا حدودی هم به صدیقه شما برمیگرده این قسمت های کناری رو هم حتما به همین ترتیب این کار برانینگ رو انجام بدین این سر و ته رو هم به همین ترتیب اگر لازم باشه یه مقداری اینو با دست نگه دارید تا یه خود شکل بگیره این سر همه اطراف اینو اینجوری کار برانینگ رو انجام بدید روش تا مرحله بعدی خدمت رو خدمتتون عرض می‌کنم فلفل فل سیاه تازه سایده اضافه بفرمایید یک قاشق چای خوری نمک من اضافه میکنم خب عزیزان این خوراک برای مدت زمان پختش احتیاج به استاک داره این بران استاک هست در واقع طرز تهیه ای این رو هم از با در این اصاره قلمی است که به روش خاص فرانسوی تهیه شده دو سه شاخه نعنای تازه که ارز کردم اینجا اضافه می کنم و خدمتتون ارز بکنم که دوستان عزیز مسیحی دوستان عزیز ارمنی و آشوری ما میتونید که به این خوراک 300 میلی لیتر شراب سفید گس شراب درای وایت واین استفاده بفرمایید دوستان عزیزی که این کار رو انجام نمیدن ما هم که خب طبیعتاً صد درصد همچین کاری رو اینجا انجام ندادیم و نخواهیم داد اه... یک قاشق غذاخوری سرکه سیب یا سرکه انگور قرمز خوب به این اضافه میکنیم که این مایعی ای که خوراک توش داره میپزه اندکی اسیدی بشه در این مرحله شما فرتون رو از پیش بعد داغ کرده باشید روشن کرده باشید در مورد نیاز 120 درجه هست 120 درجه سانتیگراد برای برخی از فرهای ایرانی که ترموستات اینها با تکنولوژی پیشرفته مستعان ممکنه تولید شده باشه ممکنه که خیلی خطا داشته باشن و اینی که 125 درجه تون مثلا باشه 150 درجه خیلی فاجعه اتفاق نمیفته ولی 120 درجه ای که تنظیم کردید ممکنه باشه 80-90 درجه و اصلا نجوشه خوراکتون پس اگر مطمئن نیستید قبلا با ترمومتر امتحان نکردید ببینید رنج دماهای های پایین فرتون چه دقتی داره حتما توجه داشته باشید که اینو بعد از الان که داره روی گاز میجوشه در به اینو که بستیم توی فر گذاشتیم یه, یه رو 20 دقیقه بعد اینو چک بکنید این خیلی ریز 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 باید در حال جوشیدن باشه و توش بخار بکنه اگر دیدی که نمیجوشه اینو به تدریج انقدر زیاد بکنید 10 دقیقه یه رو بعد دوباره چک بکنید تا به رسیده باشه به اون جایی که باید برسه در مورد زمان پخت من خدمتتون عرض بکنم که به این ترتیبی که من خدمتتون توصیه کردم این قطع گوشت تو چهار الا پنج دقیقه معمولا میپزه یعنی به درجه پخت کامل قابل خوردن خواهد رسید ولی دستور اصیل و تردیشنال این به این ترتیب هست که اگر میخواید که این در واقع تبدیل بشه به ژیگوی قاشقی که با قاشق قشنگ از همین گوشت متلاشی بشه و بتونید سرف کنید و لذت شو ببرید هفت ساعت زمان رو کم نذارید در دو بار در وسط های کار یعنی پس از یه بار بعد از دو ساعت دو دفعه دوم دوبار دوباره بعد از دو ساعت اینو خیلی با دقت و آرامش با کفگیر از دو طرف زیرش رو بگیرید مواظب باشید خودتون رو نسوزونید و این متلاشی نشه اینو دوبار برگردونید و فراموش نفرمایید لیست مواد محتویات رو و توصیه های تکمیلی خوب و نکات کلیدی رو در دیسکریپشن حتما ملاحظه بفرمایید پیش از اینکه سوال بپرسید از صبر و شکیبایی شما ممنونم امیدوارم که از نتیجه کار راضی باشید هفت ساعت بعد من و شما این زیبای دلانگیز رو خواهیم دید دوستان گرامی در پایان زمان پخت به جیگوی زیبای خودتون سلام بفرمید اگر تا این مرحله رسیدید و دارای صبر کافی بودید که یک همچین صحنه زیبایی رو مشاهده بفرمایید به خودتون هم تبریک بگین من به خودم دو بار تبریک میگم چون کاری که ما انجام دادیم اینه که ما خیلی طولانی تر از اون هفت ساعت این رو پختیم به این دلیل که تصمیم گرفتیم که این رو برای ناهار آماده کنیم این جوسی که اینجا دارید ملاحظه می فرمید. توی ظرف پختتون هست این این دیگه آب گوش نیست این تبدیل شده به چیزی که فرانسوی ها بهش میگن جوس و این خودش یه سس کامل و عالی هست من توی مدت زمان پخت طولانی تری که استفاده کردیم اینو تو ساعت آخر دو سه بار بیست کردم یعنی درشو باز کردم میزان آب باقی رو کنترل کردم و تنظیم کردم که مطمئن بشم که این نخواهد سوخت و از این جوس کفش روی گوشت دو سه بار اینجوری ریختم که قشنگ به خورد همه جا بره و این زیبایی که شما اینجا میبینید پدید بیاد شما اگر بخواید که این خوراک رو الان در یک جمع دوستانه ای صرف بفرمایید یا برای خوراک خانواده آماده کردین توصیه من اینه که اینو به همین ترتیب فقط جوسش رو بچشید ببینید که نمک و ایناش خوبه اگر آبش کمه یه ذره دیگه آب به این اضافه بکنید این رقیق تر بشه الان قلزت خوبی داره قلزت خیلی خوبی داره در واقع دوستان همطور که میدونند تست یه کیفیت سوسی که با گوش سرو میشه این هست که رد انگشت شما به خوبی پشت قاشق بمونه یعنی این قاشق رو به این قشنگی بپوشونه و جای رد انگشت شما اینجا بمونه اما اگر قصد اینو دارید که این رو در یک مجلس رسمی تری سرو بکنید و پریزنتیشن زیبا تری میخواین خدمتتون عرض میکنم که چه کاری انجام بدید با یک وسیله مناسبی که به اندازه کافی پهن باشه با احتیاط و دقت شیگوتون رو به یک ظرف دیگری منتقل بکنید که بشه در فر اینو قرار داد این اون کله سیری هست که ما اینجا گذاشتیم همه اینها رو منتقل بکنید به این ظرفتون این حویجا رو من در یه ظرف جداگانه قرار میدم که توی این تابر زیاد جا متنگ نکنم این جیگو برای اینکه خشک نشه به همین ظرف چند قاشق آب اضافه بکنید کف این رو یه لایه خیلی نازک آب گرفته باشه و در به این تابه رو ببندین اینو رو مجددا به فر منتقل بکنید گرم بمونه تو همون دمای هول صد درجه یه مقدار آب گرم اضافه بکنید به این جوس اینو رقیق ترش بکنید که راحت بتونه صاف بشه کف تابه رو بررسی بکنید ببینید چه وضعیتی داره این احتیاج به دیگلیز کردن نداره کف تابه تمیز هستش یعنی با دیگلیز کردن شما چیزی نمیتونید به این اضافه بکنید پس کاری که انجام میدیم اینه که اینو از یک صافی رد میکنیم یه مقدار دیگه آب باز بریزید کف این تابه همه زر آخرین ذرات ممکن از این جوست رو ازش استفاده بکنید اینا رو یه مقدار پرس بکنید هر چقدر که ممکنه از مایات این استخراج بکنید حتما از یه صافی دابل ریز استفاده بکنید که جامدات این مواد وارد جوستون نشه و شفاف بمونه وضعیت این سس رو بررسی بکنید ببینید مقدار خیلی کمی چربی داره اینو اگر در یخچال بگذارید بخواید چربی روش رو بگیرید هم کار دشواری خواهد بود مگر اینکه توی یک لیوان باریکتر شیشه بریزید که سطح به مساحت سطح کمتری داشته باشه و اینو در یخچال سرد بکنید بعد اون فت کپ روش رو سعی بکنید جدا بکنید که در نهایت شاید یک قاشق الا نصف قاشق از این چربی در بیاد ولی این چربی بدی نیست و مقدارش هم بیش از اندازه نیست ابتدا من توصیه میکنم اینو بچشین این تعمش یه مقدار الان بیش از اندازه قویه خیلی غلیزه مقدار زیادی استاک و مایهات و همه آبی که از گوشت درمده اینجا اضافه شده شما میتونید مقدار اینو بیشتر بکنید اینو به ترتیبی که من توی تهیه سس اسپانیول خدمتتون ویدیوشو لینکشو به دیسکریپشن میگذارم به اون ترتیب میتونید قو درست بکنید و این سس رو غلیظترش بکنید میتونید با افزودن و به روش های دیگر افزودن مواد نشاسته ای هم اینو یه مقدار غلیز بکنید ولی به اعتقاد من این وقتی که در این حالت رقیق تر باشه و طعم مناسبی داشته باشه در هنگام سرو اینو روی گوشت بریزید کنار خوراکتون و برای این طرز خوراک لطف بیشتری داره تا یه سوس غلیزتری بشه پس اینو تصمیم من این هست که به همین حالت جوس اینو حفظ بکنم چند دقیقه قبل از اینکه آماده سرو کردن هستیم اینو داخترش میکنیم تا نزدیک دمای جوش و بعد در کنار خوراک سرو میکنیم چقدر این جیگو چقدر حالا شده و با قاشق سرو میشه و همطور که ملازم فرمایید به شدت این اتفاق حادث شده فوت وقت البته ده ساعت طول کشیده دیگه الان دیگه ولی بدون فوت وقت جای دوستان خواهیم چیزی شده عجب چیزی شده یعنی قطعا خدمتون توصیه میکنم که این جوست رو باش ور ندید یعنی از افزودن مواد نشاسته و اون سری کارهایی که با سوسای کلاسیک در فرانسوی انجام میشه اجتناب بکنید به حالت ساده روستایی خودش اینو رو سرو بکنید واقعا خیلی مناسبتر هست برای این خوراک دوستانی که خیلی گوسفند خار نیستند و با گوشت گوسفند میونه خوبی ندارند در خارج از ایران گوشت گوسفند تازه کاستکو در آمریکای شمالی کیفیت خوبی داره خیلی از این قصابیای ترک و عرب و اینها بهتر هست در آلمان هم معتقدم بهترین کیفیت گوشت گوسفند که میتونید تهیه بکنید گوشت گوسفند درجه یک وارداتی نیوزیلندی برند اشلی هست که در فروشگاه های مترو میتونید تهیه بکنید یه مقدار گرونتر هست ولی کیفیت فوق العاده ای داره این تهدید دیگه الان بی خواهد بود ما فعلا صرف نظر میکنیم تا فیلم به پایان برسه من دلم به حال عزیزان فرانسوی میسوزه که باقالی پلو نمیدونن چیه حقیقتا این جیگو در کنار باقالی یک ترکیب خار ای هستش از لحاظ تم واقعا این دو مکمل هم دیگه هستن ایدئال هست برای پذیرایی از نزدیکترین دوستانه بسیار صمیمی شما تا احیانا اگر یک پادشاهی مهمان منزل شما باشه هم شما میتونید که به نحو بسیار عالی رضایت ایشون رو با این پذیرایی جلب بکنید امیدوارم که صفراتون همیشه رنگین باشه امیدوار هستم که جزو اون 90 فکر میکنم 9 درصدی که سازمان مطالعات شهرداری تهران اخیرا اعلام کرد از جمعیت تهران که افسرده هستن نباشید و به بهانه صرف غذا به بهانه صرف یک فنجان قهوه در کنار دوستان خوب در کنار اعضای خانواده روحیه و نشاط خود رو حفظ بکنید چرا که احساس افسردگی مساویس با تسلیم شدن و دست بالا بردن و قبول کردن هر مسئله‌ای در زندگی با حفظ نشاد، با حفظ سطح روحی بالا شما همیشه میتونید در هر کاری در یک مسابقه ورزشی در بازی شطرنج در پروژه های بزرگ ملی در هر کاری میتونید شانس و موفقیت و خودتون رو افزایش بدید پس موازه به خودتون باشید به خودتون برسید صبر نکنید تا حتما یک مهمانی مجللی ترتیب داده باشید تا تا از خودتون خوب پذیرایی بکنید به خودتون احترام بذارید قدر خودتون رو بدونید و خانواده شما شایسته بهترین پذیرایی شما هستن شب و روزتون بخیر بوناپیتی bon